369 عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه. آیا میدونید کدوم بازیگر در تاریخ سینما بیشترین تعداد اسکار رو برنده شده؟ حتما با من همراه باشید تا در مورد این بازیگر فوق‌العاده بهتون اطلاعات بی‌نظیری بدم و البته یادتون نره که همین حالا ویدیو رو لایک و چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و البته که زنگوله رو هم روشن کنید تا از آپلود ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سالها از چهارمین اسکار کاترین هپبورن گذشته، اما هنوز هیچ بازیگر خانم دیگه‌ای نتونسته به این مقام دست پیدا کنه. حتی مریل استریپ بزرگ که 17 نامزدی رو به نام خودش ثبت کرده هم 3 اسکار بیشتر نداره. نزدیکترین تعقیب کنندگانش در میان مردان هم مثل دانیل دی لوئیس 3 اسکار بیشتر ندارن. با این حال شهرت کاترین هپبورن که بیش از 60 سال بانوی اول هالیوود بود، بیشتر مدیون شخصیت مستقل و قدرتمندشه تا تعداد اسکارهاش. او در این 60 سال در ژانرهای مختلفی از کمدی گرفته تا درامهای ادبی بازی کرده تا انستیتو فیلم آمریکا در سال 1999 اون رو بزرگترین ستاره زن سینمای کلاسیک هالیوود بنامه. بالاتر از بت دیویس، آدری هپبورن، گریتا گاربو و مریلین مونرو و الیزابت تیلور. جالبه بدونید که اون در یک خانواده ثروتمند آمریکایی به دنیا اومده و همزمان با تحصیل در کالج بازیگری در تئاتر رو هم شروع کرده. 4 سال بعد درخششش در برادوی اون به هالیوود هدایت شد. حضورش در سینما از همون آغاز با موفقیت همراه بود و با 3 فیلمش یعنی شکوه صبح در سال 1933 به جایزه اسکار بازیگری دست پیدا کرد. اما بعد از اون موفقیت فیلمهاش با شکست تجاری مواجه شدن تا جایی که به اون لقب زهر گیشه رو دادن. هپبورن برای نجات خودش چاره اندیشید. باقی مانده قراردادش با کمپانی RKO رو باز خرید کرد و حقوق نمایش نامه داستان فیلادلفیا رو خرید و با این شرط که نقش اصلیش رو بازی کنه به کمپانی MGM فروخت. فعالیت اون در MGM سرآغاز همکاری 25 ساله با اسپنسر تریسی در 9 فیلم بود. هپبورن در نیمه دوم عمر طولانیش بیشتر سراغ نقش‌های چالش برانگیز رفت و 3 جایزه اسکار دیگرش رو از 60 سالگی تا 74 سالگی به دست آورد. جالبه بدونید که اون تا کهنسالی فعالیتش رو ادامه داد و آخرین بار در 87 سالگی در یک فیلم سینمایی بازی کرد. اون بعد از یک دوره بیماری در سال 2003 در 96 سالگی درگذشت. هپبورن همواره در برابر نگاه تجاری هالیوود به زنان ایستادگی میکرد و شخصیتی صریح و قدرتمند داشت. ورزشکار بود و در زمانی که همه ستاره های هالیوود دامن میپوشیدن شلوار به پا میکرد. اون با این چهره خودش رو به عنوان زن مدرن در آمریکای قرن 20 جاودانه کرد. اون نه اون زمان که جوانی 27 ساله بود و نه زمانی که پا به سن گذاشت در هیچ یک از 4 دوره‌ای که برنده جایزه اسکار شد در مراسم اعطای جوایز شرکت نکرد. اما اجازه بدید به یکی از جالب‌ترین فیلم‌های هپبورن هم بپردازیم به نام Bringing Up Baby که در سال 1938 ساخته شده. هپبورن در این کمدی اسکروبال رومانتیک به کارگردانی هاوارد هاکس در کنار کری گرانت بازی کرده. دکتر هاکسلی که گرانت نقشش رو بر عهده داره یک دیرینه شناسه و سوزان که هپبورن نقشش رو داره به گمان اینکه اون یک جانور شناسه از یک یوز پلنگ رام شده به نام بیبی استفاده میکنه تا دکتر رو به دام بندازه. کمپانی RKO اختصاصا نگارش فیلم نامه رو برای بازی هپبورن سفارش داده. در طول فیلم برداری خندیدن هپبورن و گرانت بارها کار رو به تعویق میندازه. اما جالبه بدونید که در این فیلم یک یوز پلنگ رام شده استفاده شده که مربیش در تمام صحنه ها با شلاق در کنار عوامل نشسته بوده. برخلاف پیشبینی ها فیلم با فروش فوق‌العاده ای همراه نبود و فقط اندکی بیش از بودجه 107 میلیون دلاریش فروخت. اما هم در اون زمان و هم در دهه های بعد با ستایش منتقدان و مخاطبانش همراه بود.
به طوری که انیس تیتو در سال 2007 اون رو در رتبه 88 فهرست 100 فیلم برتر تاریخ سینما قرار داد. همونطور که گفتم اولین اسکار کاترین هپبورن برای بازیش در فیلم شکوه صبح بوده. اما اگر دوست داشته باشید درباره دومین اسکارش بدونید، باید بگم که برمیگرده به سال 1967 که در فیلم حدس بزن چه کسی برای شام میاد بازی کرده بود. نهمین و آخرین همکاری کاترین هپبورن و اسپنسر تریسی این فیلم کمدیه. تریسی 17 روز بعد از پایان فیلم برداری این فیلم درگذشت و هرگز نتونست آخرین فیلمش رو روی پرده سینماها ببینه. هپبورن هم هرگز حاضر نشد نسخه نهایی فیلم رو تماشا کنه، چرا که به یاد آوردن خاطرات تریسی براش بسیار دردناک بود. کاترین هوتن خواهرزاده هپبورن در این فیلم که اولین بازیشه نقش دختر اون و تریسی رو بازی میکنه که از تعطیلات در هاوایی با یک پزشک سیاه پوست باز میگرده و اعلام میکنه که قصد داره با اون ازدواج کنه. این تصمیم پدر و مادر رو که اتفاقا آدم های روشن فکری هم هستن به چالش میکشه. فیلم در اون زمان برای خودش جنجال بسیار زیادی رو برپا کرده، چرا که تا 6 ماه قبل از اکران فیلم هم ازدواج سفیدپوستان و سیاه‌پوستان در 17 ایالت آمریکا ممنوع بوده. هپبورن 34 سال بعد از نخستین اسکارش برای شکوه صبح و بعد از اینکه 8 نامزدی نافرجام آکادمی رو در این سالها تجربه کرد، دومین اسکارش رو برای حدس بزن چه کسی برای شام میاد به دست آورد. اما اگر بخوام درباره یکی از تلاش‌های نافرجام هپبورن برای دستیابی به اسکار صحبت کنم، باید به فیلم داستان فیلادلفیا ساخته سال 1940 اشاره کنم. در این کمدی رمانتیک هپبورن با کری گرانت و جیمز استوارت هم بازی شد. فیلم که از نمایشنامه‌ای به همین نام اقتباس شده بود، درباره زن ثروتمندیه که در آستانه ازدواج دومش قرار داره. اما با سر رسیدن همزمان همسر سابقش و یک خبرنگار اوضاع پیچیده میشه. این فیلم یکی از بهترین نمونه ها برای ژانر کمدی ازدواج مجدد محسوب میشه که در دهه های 1930 و 1940 در هالیوود پرطرفدار بود. کمپانی MGM بعد از توافق با هپبورن بر سر تولید این فیلم، با حضور اون در نقش اصلی در اقدامی نامتعارف در اون روزگار، دو بازیگر اصطلاحاً الف خودش یعنی گرانت و استوارت رو برای حمایت از هپبورن در این فیلم به خدمت گرفت و حاصل کار یک موفقیت تجاری بزرگ بعد از چندین فیلم شکست خورده هپبورن بود. جالبه بدونید که فیلم نامزد 6 تا جایزه اسکار اصلی شد، اما برای هپبورن همچنان نافرجام موند. اما حالا نوبت به شما رسیده. توی کامنت ها برامون بنویسید که آیا از این ستاره بزرگ اثری رو تا حالا دیدید یا نه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، پیشنهاد میکنم ویدیوی دیگه ما با عنوان از موفق ترین کارگردان ایرانی چه میدانید رو هم از دست ندید. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم.